سلام دوستای عزیزم، به کانال ITS کاست خوش اومدین. امروز اومدیم با هم بیایم موزه پورشه که حالا اگه سفر کردین میتونین با قطار S6 اینجا پیاده شین، و اگر هم با ماشین اومدین میتونین طبقه پایین اونجا برین ماشینتون رو پارک کنین و میتونین استفاده کنین. اینجا هم که نمایشگاه پورشه، اون برم سمت کارخونه پورشه است. بعد میریم با هم یه نمای بیرون داشته باشیم. معمولا اونایی که ماشین پورشه دارن هم میتونن میاد اینجا ماشیناشون رو حالا توی این محوطه پارک کنن، و یه سری ماشین هم اینجا هستش که رنت میتونین مثلا روزانه انواع هر ماشینی که دوست دارین رو مثلا رنت کنید، حالا برات گواهینامه یا بین المللی یا چیز داشته باشین، یا گواهینامه آلمان یا اروپا داشته باشین. و این هم یه نما از موزه پورشه. حالا بریم با هم از داخل ببینیم. اینجا هم وای فای رایگان داره و حالا ما این داخل میتونید استفاده کنید. تایم های کاریش هم که آخر هفته ها بین ساعت 9 تا 6 هستش که میتونیم بیاییم برای بازی، که این سمت هم یه رستوران داره. حالا بریم داخل با هم ببینیم. این قسمت اطلاعات بیدیم که میتونیم تیکت بخریم. میگم که رستورانه. حالا من توی صفای سیمتا نمان بیرونش هم میتونیم ببینیم. اون برم که فروشگاه داره با هم میتونیم ببینیم. باید توی صف منتظر باشیم و من تمام خرید ادامه شدم. هلو، این من تیکت یا Sorry. Thank you. بلیتاش هم 10 یورویی است که یا میتونی نمای داخلش رو ببینید. اینجا هم میتونید مثل حالت میکروفون که اطلاعات کامل موزه رو به زبان مختلف بهتون میده، میتونید اینجا دریافت کنید. Hallo, Servus. Einmal auf Deutsch, bitte. Ja. Dankeschön. Ciao. اینجا قسمت که میره بالا، اینجا هم یه کافه داره که میتونید خرید کنید. حالا من یه کوله سنگین همراهم هست، این کوله رو ببینم کجا خالی است که بذارم. حالا همینجا هم خالیه. فکر نکنم داخل شاشه جای دیگه پیدا کنم. اینجاست. خب فکر کنم برای کوله من خوب باشه. خب همونطور گفتم اینجا یه جایی هست که میتونین لباساتون اینجا آویزون کنین اگه وسایل زیاد دارین. بعد
یه سری کشوهای جلو هم داره که میتونی، حالا من پولم گذاشتم اینجا که یه سنگین بود. بعد میتونیم دیگه دیدم که میتونیم همراهتون باشه. بعد بریم تا ادامه مسیر. خب این همون چیزی که گفته بودم، توی این مثل این حالت گوشی مانند اطلاعات موزه رو بهتون میده، یه گوشی داره. بعد قیمتش هم که بهت گفتم اینجا 10 یورو هست تیکتش. بعد این یه اطلاعاتی که هست اینجا میتونین تحویل بگین، حالا به زبانهای مختلف داره معمولا انگلیسی و آلمانی و خب این قسمت بالا که میره برای موزه. ولی اینجا هم فروشگاه پورشه دیزاین هست که میتونین حالا مسارت سوغاتی یا چیزی که بخواین اینجا خرید کنین، لباس های پورشه، ماکت های ماشینش و هر چیزی بخواین اینجا میتونین با من یادگاری خرید کنید. مثلا اینجا ماکت هاشون. بعد اینجا ماکت های ماشین ها هست که مثلا 19 یورو میتونیم بخرید. بعد سمت هم که لباسش هست، حالا اینجا مثلا میتونیم با مثلا اینا از اینکه 49 یورو پولش هست، این ماکت های کوچیکا یه ذره جزئیات بیشتر داره. اینا هم هست 45 یورو. اینجا هم تیشرت هاشون هست که میتونی بگیرین، سری کلا. آره اینجا فروشگاه شده دیگه، میتونی یادگاری کارپورت سال یا هر چیزی بخواین یادگاری بخرین. برم که یه سری کتاب هستش. آره اینا که در مورد تاریخچه پورشه یا مثلا در مورد مدلاش، اینجا مثلا اینوویشن اختراعاتی کردن تو برای پورشه. و یه سری اینجا میتونین یه سری یادگاری هایی بخرین برای خودتون. آره اینجا فروشگاهشه، ماشین الکتریکیش، پازلش، لگوش، خیلی چیزا داره بر اساس سلیقه‌تون میاد میتونین اینجا خرید کنید. خب از اینجا هم دیگه شروع میشه موزه. چندین طبقه است، حالا مثل سبک موزه مرسدس و با موزه بی ام و، حالا یه مقدار تفاوتش بیشتره. البته خب یه مقدار حجمش هم لحاظ اندازه هم خواب حساب کنی خیلی کوچکتر از موزه های دیگه که هست توی آلمان، برای مثلا بی ام و، پورشه، مرسدس. و شما رو میبره قسمت بالاترین نقطه و شما شروع میکنین از بالا، میتونیم یه مسیرهای مختلف. حالا تو این ویدیو فقط یه دونه کل مسیر رو با هم میریم که ببینیم به چه شکله. و مثلا بحث تاریخچه‌اش هست که قدیمی ترین مدلی که پورشه داشتش. حالا یه نمای کلی اون سمت که ماشین کلاسیکش هست، قدیمیش، ریسینگش. و این سمت هم که میاد یه مقدار مدل خیلی قدیمیش. بعد میتونی یه سری اطلاعات اینجا در مورد یه سری ویدیو هست که در مورد پروسه ماشینا، مثلا از چه پروسه تهیه کرده تا مثلا به اینجا رسیده پورشه، و مثلا یه سری تکنولوژی هایی که داشتش که میتونین مثلا ببینین. یه نمای کلی فقط با هم از موزه داشته باشیم، بعدا دیگه در مورد ماشینا با جزئیات براتون صحبت میکنم. اینجا هم یه شاسی قدیمیشو میبینیم.
اینم دیس اسمبل شده انجین برای 917 شماش ننگا سیستم پیستونش دست شاتوناش سیستم دیوکسش و یکی خواستن چیزهای اینجا هست که برای این سیستم کولینگش چرخنده های استفاده شده واقعا خیلی پاس زیباه هم تو این جزئیات بیشتر شدیم اینجا هم خب و مدال هایی که باشه مسابقات مختلف قهرمان شده در سال 1987 خیلی مسابقات مختلف جی تی یک در استات آمریکا هر کدومش برای خودش تاریخچه داره بیاد جی گران پاریس بلژیک فرمول یک بلاده افتخارات زیاد بالا 30,000 تا افتخارات مختلف خب اینجا هم یه جایی هست که بالای سیستم اسپیکر داره بعد مدل مختلف ماشینا رو استاپ زدن شده بعد اینجا هم خیلی باحاله میتونین مدل های مختلف صدای اگزیزش رو اینجا پدال داره این بزنیم بعد منتظرشیم که این خاموش بشه بعد میریم استارتش میزنیم یه پرشون 935 صدای اگزوزش این بالا میتونید این برم با سیازه جی تی سی هست بعد منتظر باشیم قبیه خاموش بشه بعد میبینید پدالش رو امتحان میکنید و استارت میدید استارت خورد یعنی